جهان، با سپاس از اینکه اجازه میدید برنامه خبرناک به توسط شبکه امید جاودان مهمان منازل شما خوبان باشه. همون گونه که اعلام کردیم، به خاطر شرایط خاصی که الان در سرزمین ما ایران هست و مردممون که از دست این ظالمین نظام اسلامی به تنگ آمدن و این انقلاب پرشور رو ایجاد کردن، ما سعی میکنیم هر روز برنامه زنده خودمون رو داشته باشیم در این رابطه و با اطلاعاتی که گرفتیم شما عزیزان رو بتونیم هم آگاهی بدیم، همین امید رو داشته باشید که هموطنان عزیز اگر سفت و محکم و پایدار بایستید حتما پیروز خواهید شد. مجال اینو ندید که در این روزها کسی شما رو ناامید کنه، حتی احساس خودت، حتی گذشته شما رو ناامید کنه. سفت و محکم بایستید، پایدار بایستید. ما سعی میکنیم صدای شما باشیم. میدونیم که خیلی از شبکه‌های سیاسی هستن که صدا و فریادهای شما هستن، پس همه ما هم که اینک در کشور عزیزمون ایران نیستیم به خاطر دلایلی که همون دلایلی هست که خود شما امروز دارید انقلاب میکنید در برابر نیروی تاریکی، به همون دلایل ما نیز از ایران اومدیم بیرون، پناهنده شدیم در یک سرزمینی، اما فراموش نکردیم سرزمین عزیزمون ایران رو، کشور عزیزمون رو فراموش نکردیم. به طور خاص ما که مسیح ایمان داریم، در کلام خداوند پر از وعده هایی است که خداوند داره به ملت هایی که تحت ظلم و ستم هستن نیز اعلام میکنه که میباید در این شرایط با توکل به خداوند، با امید به خدای زنده یهوه، همان گونه که قوم اسرائیل توکل به خدای زنده کرد و ایستاد، شما بایستید و خداوند با شما خواهد بود و شما را رهایی خواهد داد، همان گونه که اسرائیل نیز این تجربه رو بارها داشت که خداوند اونها را از بردگی، از اسارت ها رها کرد. در نام یهوه از خداوند بطلبید، در نام عیسی مسیح از خداوند بطلبید و مطمئن باشید که شما رهایی رو خواهید دید، آزادی رو خواهید دید. خوشبختانه در روزهایی داریم به سر میبریم که میبینیم که هموطنان عزیزمون هر روز این همبستگی رو بیشتر از گذشته خواهند داشت. معلمین با هم دیگه نیز دست به دست هم در کنار ملت ایستادن، حتی نیروی انتظامی نیز شاهد بر این هستیم که در کنار مردم دارن میایستن و داریم میبینیم اساتید دانشگاه ها، هنرمندان ما نیز در این مسیر ایستادن و ما مطمئن هستیم که با این حرکتی که خداوند مطابق فیضش شروع کرده، ارتشیان ما نیز هستن، ایستادیم همه در کنار هم دیگه تا با فیض خداوند این قدرت تاریکی و این دیواری که مانع آرامش شده، مانع امنیت هست، مانع سلامتی شده، مانع خوشی هست، مانع امید هست، مانع رستگاری حتی هست، این دیوار رو بریزیم. دیواری که به نام حزب اسلام اومد، همون حزب الله، دیواری که 40 سال پیش خمینی دوباره در سرزمین ما به نوعی دیگه بنا کرد و این آشوب رو در دل همه ما نیز قرار داد. امروز در جایگاهی هستیم که همه ایرانی ها متوجه اشتباه 40 سال پیش گذشتگان خود شدن و یا اشتباه خودشون شدن و ایستادن و مطمئن باشیم که با فیض خدا به پیروزی ها خواهیم رسیم. شبکه امید جاودان سعی بر این داره که بتواند به توسط کلام خداوند، به توسط شنیدن از گواهی شما عزیزانی که مسیح زندگی شما رو برکت داده، امیدی برای هموطنان عزیزمون چه در کشور عزیز ما ایران و چه خارج از ایران نیز باشن و مطمئن هستیم که این شبکه با فیض خداوند پیروزی ها خواهد داشت در کنار تو هموطن عزیزم. مشروط بر این که مایل هستید با ما تماس بگیرید، می توانید با شماره تلفن 818 716 4 تا 0 و 818 699 16 15 با ما تماس بگیرید. لطفا تماس بگیرید، از شرایط که در ایران هست ما رو مطلع کنید، چرا که این اطلاعات دوباره بر میگرده به خود ایران. در از پژواکی هستش که ایرانی ها نیست خواهند شد. پس تشویقتون میکنم با ما در تماس باشید. هموطنان عزیز، اگر موضوعی هم هست نسبت به زندگیت میخوای براش دعا بشه، من در خدمت شما هستم. همچنین برادر عزیزم شاپور جان که قبل از ما برنامه داشتن در خدمت شما هستن. درود میگم خدمت شاپور عزیزم، نذاشتین بعد از شاپور بره. کلام خداوند میگه دو به دو برید، خبر خوش نجات رو بدید، بشارت رو بدید. و من از شاپور جان خواهش کردم که لطف کنن با ما باشن. سپاسگزار هستم از آقای یاسر عزیزم که در این روزها به طور فشرده ایشون این خدماتشون رو دارن، این محبتشون رو به شبکه امید جاودان دارن. از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش ایشون رو برکت بده. بفرماشون شاپور جان. با درود به ملت عزیز، من یه نیم ساعت پیش خدمت شما بودم، امیدوارم که
روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه شادی ملت ایران ما اینجا بشنویم، به آمین. ملت ما آزاد بشه تا واقعا اون آزادی که واقعا شأن شما ایرانی ها هست بهش برسین. امیدوارم آمین. که خداوند دست خدا با شما باشه. آمین آمین که خدا با شماست. ایمان داریم که خدا با شماست. فقط شما یک فقط ما شما رو زیر پوشش خون عیسی مسیح قرار میدیم که واقعا زیر پوشش خون عیسی مسیح باشید. آمین آمین. متاسفانه خب باز هر روز درست که اینترنت رو نظام اسلامی بسته، خب طبیعیه دیگه، دیکتاتورهای ایدئولوژیستی مانند کمونیست ها و همچنین اسلامی ها که از من فکر کنم اگر عزیزان شاهد برنامه های ما بوده باشن در طول این 12 سال من همیشه اشاره کردم حزب کمونیست در دنیا و همچنین ایدئولوژی اسلامی مانند دوتا شاخ شیطان هستن. الان کره شمالی شما ببینید بلا فاصله که اتفاق میفته همین کار رو انجام میدن، تمام اینترنت رو میبندن. و چرا که میترسن با حقیقت. نظام اسلامی هم که ریشش همیشه از ترس از حقیقت بوده. یادم هست ما وقتی که بچه بودیم بلژوار منو گذاشته بودن مدرسه ای که من برم اونجا قرآن بیام. فیزیقو نه فیزیا نبودم ولی خب مدارس بود دیگه اونجا، مدرسه که نبود، توی خونه ها درس میدن، توی مدرسه درس میدن زمان شاب. و یادم هست معلم ما یه شخص فلجی بود و این خودش رو روی زمین میکشید که بیاد خودش شما نزدیک کنه. اگر بر فرض مثال ما الله و الله میخوندیم، این میرد با چوب بیاد بزنه به ما. بعد که دستش نمیرسید خودش رو میکشید. و باور کنید ما به خاطر اینکه دلمون برای اون معلم میسوخ وای میساد بی ما رو بزنه، بیاد بزنه این ما رو بزنه، ما مثلا الله الله نگیم یا چیز دیگه نگیم. در هر صورت اینو ما تجربه کردیم. و اگر توی ما کسی سوال میکرد، مثلا میگفتن به معلم میگفتن آره چرا برفرض محمد اینو گفت این اینو گفت، این نمیتونست جواب بده، بلا فاصله پرخاشگری میکرد و ما رو تنبیه میکرد. نظام اسلامی هم چشمش از همون جاست، چشمش از همون جایی هست که هموطن عزیزم با لگد میزدن در گذشته. صبح زود بچه ها رو بیدار میکردن که نماز بخونن، زور. بله با زور. جمهوری اسلامی هم از همون سوره نساء آیه 38 اومده که میگه زن رو میتونی بزنی، زنتو کتک بزن. از اینکه زنها کشزار مردها هستن، از اینکه مردها ارزششون دو برابر زن هستش، از اینکه خمینی در سال 1340 به محمد رضا شاه فقید ایراد گرفت که تو چرا اجازه میدی زنها رأی بدن، مگه زنها میتونن رأی بدن؟ از اینجا اومده. هموطنان متاسفانه متاسفانه در زمان محمد رضا شاه به خاطر اون اندیشه و اون خردی که محمد رضا شاه داشت نسبت به آزادی و دموکراسی، مجال این داده نشد که بیان اسلام رو رسوا کنن. اگر در اون زمان اسلام رسوا میشد ما با این مشکلات روبرو نمیشدیم. اما ما الان در عصری هستیم که شاهد بر این هستیم که شهر قم که شهر خود من هستش و من اونجا متولد شدم، جوانان اونجا قیام میکنن و اعلام میکنن که نه اسلام نه قرآن، جانم فدای ایران. و شاهد چنین شعارهایی هستیم. درود میفرستم خدمت تمام جوانان قم که به این خرد و اندیشه رسیدن و ایمان دارم که تمام جوانان ایرانی به این خرد و اندیشه امروز رسیدن. برای همین ما دیگه شاهد شعارهای الله اکبر نیستیم و تشویقتون میکنم شما خدا دوست هستید. حتی اگر میخواهید شعاری بدید میتونید اعلام کنید خدای ما محبت مخالف هر ظلمت. این شعاری هستش که دو تا معنای راستین درش هست. یکی از ذات خدا سخن میگه که محبت هست، دوم از ذات خدا سخن میگه که مخالف ظلمت هستش. انسان نباید اگر به خدا این باور و این ایمان رو داره بگه به من چه مربوطه، اگه خدا بخواد این رژیم عوض میشه. نه، ما انسان ها همکاران خدا هستیم. بله. و هیچ کجام نشده که ما ببینیم خدا قومی رو ملتی رو نجات داده و گفته لحظه چشماتون رو ببندید، آها حالا این نظام دیکتاتوری رفت. ما چنین تعلیمی رو نداریم. اگر اشتباهاً کشیشای معلمینی چنین تعلیم به شما دادن 100% اشتباه کردن. کتاب جد اون رو نخوندن، موسا رو حتما خروج رو نخوندن، نمیدونن که مردم نقش دارن اونجا. پس حتی اعمال رسولان هم نخوندن.
چون اگه بخونن اعمال رسولان انقلاب رسولان بود. هموطن عزیزم بله. پس سکوت نکن هموطن عزیزم، سکوت نکن و خواهشم این هستش که بایستید، همدیگر رو تشویق کنید و اگر بخواید در برابر نظام اسلامی، این همه کشته دادید. من امروز شنیدم که بیش از 50 نفر رو در جلوی دانشگاه تهران گرفتن و با آمبولانس بردن به اوین و همچنین بالای 150-60 نفر کشته شده. اگر شما تو این شرایط سکوت کنید، رنج و قربانی های جانی که داده شده اونها رو پایمال کردی هموطنم، و دوباره فرصت میدید به نظام اسلامی. نظام اسلامی کارش اینه که تمام شرایط سخت اونقدر طولانی کنه تا از اون سود ببره. با جنگ ها این گونه برقرار کرده موقعیتشو، با تمام شرایطی که ایجاد شده، از اونجایی که دستاوردش رو از قرآن یافته و از در طول تاریخ 1400 سال نیز این گونه تجربه کرده، بازم به این روش میره. اما مبارزه با جمهوری اسلامی لحظه ای نباید سکوت باشه، یعنی باید ادامه داشته باشه تا تموم شد، یعنی تمومش کنید. آمین. تمومش کنید، مجال ندید. برای همین اصلاح طلبی و اینا، اصلا اسلام اصلاح نمیشه، هیچ کجا باور اسلامی نمیتونه باشه و در اونجا ما ببینیم که ناامنی نیستش، آشفتگی نیستش، پریشانی نیستش، جنگ ها نیستش، هرگز چنین چیزی نیست. به طور خاص وقتی ایدئولوژی اسلامی مانند نظام اسلامی در ایران جمهوری اسلامی باشه و شخصیت های همچنین آخوندهای مانند خامنه ای که مشکل روانی دارن، اینا خود خمینیش هم مشکل روحی و روانی داشتش، آسیب خورده بود. اگر مشکل روانی نداشت که هرگز توی هواپیما نمیگفت من هیچ احساسی ندارم، آسیب خورده و بیچاره. ولی ما ملت دیر متوجه این شدیم. امروز که آگاه هستید، هموطنان تشویقتون میکنم لطفاً بایستید، همه بایستید و مجال بیشتر از این رو به این نظام اسلامی ندید. من از شاپور جان میخوام که لطف کنن یه دعای برکت براتون هموطن عزیزم کنن، دعایی که درش امید باشه، دعایی که واقعاً خداوند قلب اینانی ها رو لمس کنه به فیضش. و بعد از دعای برادرمون، آخرین سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو که در جواب خامنه ای بیخرد سخن گفته رو با هم میریم ببینیم. بفهم خواهش میکنم. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به ما دادی خداوند، تا نام تو رو جلال بدیم. ای خداوند، امروز چشم ایرانی ها به دست پر از فیض و محبت توست. خداوند امروز کمک ما از جانب توسته خداوند. خداوند دست پر از مهر و محبتت روی ایران ایرانی باشه. خداوند به ایرانی ها رو سربلند بکن، سرافراز بکن خداوند، تا نام تو جلال بیابه خداوند. چنانکه کوروش فرستادی در خداوند 2500 سال 3000 سال پیش که قوم یهود رو کمک بکنه، امروز هم ایرانی ها به تو احتیاج دارن ای خداوند. امروز ما احتیاج ما به توست و کمک ما از جانب توست خداوند. باز پیروزی رو به ملت ما هدیه بده با دستای پر از فیض زده ای خداوند. شکرت میکنم. این برنامه رو تحت کنترل حمایت خودت نگه دار و هرچی از زبان ما بیاد بیرون خداوند، نام تو رو جلال بده. شکرگزار و سپاسگزارم برای همه لحظات عمر ما خداوند. از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح، تو هدایت کننده و حمایت کننده باش. به نام مسیح خداوند، آمین. آمین. آمین که هموطن عزیزم به همین راحتی دریافت کن. متعلق به تو هست این برکت. ما سعی میکنیم در طول برنامه تلفن ها رو بگیریم. خواهش میکنم، ما الان بالای یک ماه هستش که روی ماهواره هستیم. دقیق نمیدونیم چگونه داریم پخش میشیم، به ما اطلاع رسانی کردن، ولی دقیق نمیدونیم. به طور خاص وقتی اینترنت ها رو قطع کردن، پس خواهشم از شما این هست با ما تماس بگیرید، از کیفیت و موقعیت و صدا و تصویر شبکه امید جاودان ما رو با خبر کنید و لطفاً آدرس فرکانس ما رو به دوستان خودتون بدید. شبکه امید جاودان شبکه‌ای نیستش که بگیم که فقط در رابطه با مسیح صحبت میکنه، همون گونه که ببینید مسائل سیاسی رو نیز باز خواهد کردش، در رابطه با موقعیت‌های دیگه نیز فعالیت داره، هنری و همچنین ورزشی برای جوانان عزیزمون، جامعه شناسی و فیلم های سینمایی رو و همچنین هنری که بتونن همه اعضای خانواده ازش یک استفاده خوب رو ببرن. پس در از شبکه ما شبکه فامیلی هستش، خانوادگی هستش که متعلق به تو هموطن خوبم هستش. اگر موافق هستید
بریم با همدیگه سخنرانی آقای شاه رضا پهلوی رو بشنویم در پاسخگویی و جواب بیخرد خامنه‌ای. سخنان صریح شاهزاده رضا پهلوی خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر فرقه تبهکار حاکم بر ایران. خطاب به سید علی خامنه‌ای. سخنان اخیرت در پاسخ به فریادهای دادخواهانه مردمی که تبهکارهای فرقه ات کارد را به استخوانهایشان رسانده، بزدلانه تر از آن است که نیازی به پاسخی تحلیلی و نکته به نکته داشته باشد. که یاوه هایت لرزانتر و پایه های بیت شومت سوستر از آنند که نیازی به طولانی کردن سخن داشته باشد. منی که مهر ایران را از پدر و از مادرم آموختم، روی سخن کوتاه هم امروز با تو و تتمه فرقه نابکار توست. پس بدان که آنچه بر ایران و ایرانی در این 40 ساله شوم رفته تماماً و مطلقاً از نیرنگت سرچشمه میگیرد، که ریا و حیله و خدعه نه از فرهنگ دانایی و توانایی سخنوران نامی ایران که از ارکان جهل تو نشأت گرفته است. بدان که داد همسایگان ما نه از مهر ایرانی، که مطلقاً از پلیدی فرقه ای برخواسته که از دروغ نظریه و نظام و نظمی دروغین ساخته است، فرقه ای که قانون اساسیش هم در قانون دروغ ریخته شده است. بدان که ویران شهری که کران تا کران فلات ایران را در این 40 ساله شوم همچون جزامی در نوردیده، نه از فرهنگ والای ایرانی، که مطلقاً معلول بدعتی است که دجالی از سنخ خبیث در اخلاق و در ایمان آورده، که علل مشابه همواره در درازای تاریخ آبستن معلول‌های مشابهند. اگر فروپاشی در ایمان و در دین مردم بوده، مسئولیت آن مستقیماً متوجه تو و نظام توست. بدان که فقری که پرده شومش را در ایران گسترده، نه از اخلاق و از مهر ایرانی، که مطلقاً معلول علتی است که هم نام و هم کارنامه‌اش، هم نظریه و هم قانون پایه‌اش جملگی از تو و از تبار منحوس تو برخواسته است. بدان که کشوری که همکنون صدرنشین شاخص فلاکت شده است، زمانی صدرنشین شاخص پیشرفت در تمامی عرصه‌های کشوری و لشکری و علمی و فرهنگی و هنری در میان کشورهای همتراز خود بوده و سقوطی از این دست، ای نابخرد نابخردان، نه از اخلاق و نه از مهر ایرانی، که از تحمیقی سرچشمه گرفته که باعث و بانیش دجالی از تبار تو بوده است. پس ای نابخرد نابخردان، نیک بدان که مردم ایران در این سفر تاریخی همراهان خود را می شناسند و به یاد می آورند. نیک بدان که فریاد پهلوی در شهرهای ایران از کارگر و از دهقان گرفته تا پیر و جوان، نه از روی تعصب، که برای ایران، رفاه ایرانی و سربلندی نام میهن است، که پهلوی همواره یار و یاور هم مردمان خود بوده و هست. خواست من در این میان چیز دیگری نبوده و نیست مگر سربلندی میهنم ایران. جاوید ایران. رضا پهلوی. ای خال کب سر چشمه هنم، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. هموطنان عزیز، کلیسای پرستندگان مسیح با هدایت روح القدس در طول سالها در دعا و همت به مبارزه در کنار اپوزیسیون مخالف نظام اسلامی، در کنار ملت رنجیده ایران ایستاده است و حال آرزوی دیرینه خود را برای سرنگونی نظام اسلامی و همچنین آزادی ایران مشاهده می کند. تدبیر و پیشگویی های ما ثابت می کند که خدا با ماست و تمام آنانی که در طول این سالها مستقیم و غیر مستقیم اعلام مخالفت با این خدمت را داشتند، وقت خود را تلف نمودند. اینک از تمام کلیساهای فارسی زبان و کلیساهای ارامنه و آشوری ایرانی خواهشمندم در این روزهای حساس با ما متحد شده و در دعا و مبارزه بر علیه این حکومت شیطانی بایستند و برای سرنگونی این نظام اسلامی بدون هیچ ترس و واهمه‌ای اراده خدا را برای نجات ایران و ایرانیان فریاد زنند، تا در روز آزادی شریک شادی ملت ایران باشند.
هم میهنان عزیز، کلیسای پرستندگان مسیح این یک شنبه 24 نوامبر ساعت 2 بعد از ظهر برای حمایت ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی در کنار اپوزیسیون در لس آنجلس مقابل فدرال بیلدینگ خواهد بود. خواهشمندم از تمام هموطنان ایرانی و همچنین کلیساهای ایرانی همراه با شبانان خود با ما باشید تا بتوانیم در یکدلی و در دعا برای مردم رنجیده ایران در این روزهای پرخطر بایستیم و آزادی کشور عزیزمان را از دست حاکمین نظام اسلامی هر چه زودتر به توسط خداوندمان شاهد باشیم. پس هموطن عزیزم که در لس آنجلس هستید، در این اطراف هستید، حتی عزیزم که در اورنج کانتی هستن، یکی دو ساعت دیگه فاصله ای نیستش، ارزش آنچه که انجام میدیم بیشتر از این هستش که ما به فاصله فکر کنیم. لطفا یک شنبه با ما باشید در فدرال بیلدینگ ساعت 12 تا در این یکدلی فریاد بزنیم و از خداوندمون بخوایم هر چه زودتر این نظام اسلامی سرنگون بشه و این یکدلی رو داشته باشیم در کنار همدیگه، برای اینکه بتونیم برای آبادانی کشور عزیزمون اندیشه کنیم. هموطن عزیز که در ایران هستید، ببینید که ما ایرانیان بی تفاوت نیستیم، دل ما نیز با ایران و ایرانیان هست. به طور خاص در این روزهایی که شاهد هستیم که نظام اسلامی تا اونجا که بتونه میخواد قتل عام کنه، آسیب برسونه تا بتونه بمونه. دیکتاتور جنسش این هست و دیکتاتور اسلامی نیز جنسش این هستش. ما با مهمان عزیزمون شاهین عزیزمون هستیم، اما اجازه بدید شاهین جان من این خط رو بگیرم، رد در خدمت شما هستم. وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش من براشون میخواستم با استودیو صحبت کنم. بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید. من متاسفم که شما فرمودید که دستور زیاد قول معروف نمیتونید چون اینترنت قطع شده و اینو بعد بخواهی بری تصویر به چه شکله. شما الان تصویرتون خیلی جلوتر از صداتونه. سپاسگزارم، مرسی. شما از ایران تماس میگیرید؟ بله بله، من از تهران تماس میگیرم. آخ جان، تقریبا یک دو ثانیه تصویرتون جلوتر از صداتونه. سپاس. از اموزیم ها که در ارتباط با این مطلب نمیم که عنوان کردید انشاءالله حالا امیده آمین. دیگه دیگه بریدم از این داستان اسلام دیگه جانم جانم از قومی و خدا از عیسی مسیح میخوام. آمین. از مریم مقدس میخوام جانم. این ملت ایران رو از دست این ناشام ها نجات بده. آمین آمین. هموطن عزیزم اگر مایل هستید میتونم از شما اسمی داشته باشم، هر اسمی دوست دارید بگید. من محمد علی هستم. محمد علی جان سپاس از اینکه اومدی روی خط. محمد علی جان، آیا این چون از اون گونه که صحبت کردید، عیسی کلام خداوند اعلام میکنه که عیسی مسیح به عنوان پسر روحانی خدا هست. پسر یعنی شبیه و یعنی همون روح خدا، که میگه بر روی زمین آمد و جسم انسان بر تن کرد و روی صلیب به خاطر گناهان ما رفت و مرد و قیام کرد تا هر کس بر او ایمان می آورد اون آزادی رو داشته باشه، اون امید رستگاری رو داشته باشه و گناهان او بخشیده خواهد شد. آیا آنچه که من گفتم قلب شما محمد جان گواهی میده؟ من یه چیزی رو به شما بگم. من بفهم. الان یک چیزی حدود 6-7 ساله وقتی اسم عیسی میاد این هم تنوادن من میلرسه. آخ جان، یه پیامبری که این همه عذاب کشیده جان. این همه اذیت شده، این همه شکنجه شده، وقتی اون فیلم رو من دیدم باور کنید یادم میاد واقعا، یعنی اش تو چشام حلقه میزنه جانم. یعنی این پیامبر به این عزیزی وقتی کور رو شفا میده، زنجر مرده رو اینا زنده میکنه، این همه معجزه داره. خب اینها رو وقتی بشر با چشماش دیده، من بیام به یک کتاب بیام استناد بکنم بلد. وقتی میبینم که اینقدر قشنگ پیروان عیسی عزیز، اینقدر با شخصیت، اینقدر با کلام عزیز، همهش صحبتاشون از محبت، از عشق، از دوست داشتنه و هیچ وقت بهش بیش کدوم از بنده ها باید انسان ها نگفته که گریه کنید تو سرتون بزنید، همیشه شادی، همیشه به قول من رو نشاط، همیشه سلوه دین همینه. چرا نیام؟
جانم باور کنید فتن تو تمام وجودم پر از عشق ایسا شده. هاللویا شکر. پس محمد جان اگر مایل هستی، چون نگاه کنید کلام خدا میگه هیچ کس عیسی مسیح رو نمیتونه در اون ماهیت و هویت اصلی خودش که نجات دهنده است بپذیره مگر روح القدس قلب او رو لمس کرده باشه. آمین. روح القدس ماهاست قلب شما رو لمس کرده، شما مال مسیح هستی، مسیح مال شماست. اما اگر اجازه بدید میخوام برای شما دعا بخونم، دعای نجات، دعایی که قلبت رو اجازه بدی کاملا مال مسیح بشه. آمه. و از این به بعد شما در اصل در این پیوند یک برکت خاصی رو خواهید داشت. آیا اجازه میدی برای شما دعا کنم، دعای نجات رو بخونم؟ من از خدا میخوام، حتی من حاضرم اسمم رو حتی تغییر بدم به اسم عیسی. جان عزیزی عزیزی عزیز خواهد جان، درود در شرف تو. منتظرم دعای شما رو بشنوم. خواهش. پس لحظه چشم تو ببند، من باش برای شما دعا میکنم و در دعا شما سوالی میکنم و شما آنچه که در قلبت گواهی میده میتونی آمین و بله بگی لطفا. بله بله. هللویای خدای قدوس، هللویای روح القدس عزیزم، برای این وقت تو رو شکر میکنم، برای وجود برادر عزیزم محمد جان تو رو شکر میکنم که تو ماها هست که قلب او رو لمس کردی، تو قلب او رو دیدی خداوندا و در قلب او نشستی ای پدر و همون گونه کلام تو میگه در پشت قلب شما ایستادم و میکوبم، هر کس که باز کنه با او خواهم بود، همون گونه که کلام تو اعلام میکنه تو بر روی زمین آمدی و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفتی و مردی و قیام کردی تا ما که ای خدا دل شکسته بودیم، ناامید بودیم، افسرده بودیم، ای خداوندا در بنبست ها بودیم، قیام کرده بشیم. اینک آنچرا که ای برادر عزیزم محمد جان من اعلام کردم از کلام خداوند، آیا قلب شما گواهی میده و ایمان دارید؟ من از طریق قلبم به عیسی مسیح ایمان دارم و عاشقانه مطیع فرامینم. آمین. هللویا. و آیا حاضر هستی نسبت به گناهان گذشته توبه کرده و از این به بعد عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و پادشاه خودت میپذیری؟ آرزو قلبی ندم بستم این قلبم به جانم میدم. هاللویا هاللویا. خداوند اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق آنچرا که در کلام تو آمده با خون عیسی مسیح خداوند و محمد عزیز ما را خدای قدوس افکار و دل و احساسات او رو حتی جسمش رو خانه او را خداوند تو کفاره کنی و تقدیس کنی، او در کنار خانوادهش خدا در امنیت روح مقدس تو و فرشتگان تو باشن، نام محمد عزیز رو در دفتر حیات خود ثبت کنی خدای قدوس و به آنچه که اعتراف کرده خداوند تو محمد عزیز رو برکت بده به پوری روح القدس خداوند، به قوتی تازه خدای قدوس و زندگی او توی دستای تو باشه و به مصلحت‌های دلش او رو برکت بده و همه اینها را در نام پدر، پسر، روح القدس در نام عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. آمین. که با ایمان دریافت. به شما تبریک میگم برادرم، حتما با ما در تماس باشید لطفاً. برادر خوبم انجیل شما دارید یا ندارید؟ من میخوام تصفه فردا برم تهیه کنم. بسیار خوب. اگر تهیه نکردید لطفاً بله لطفاً با من دوباره شما تماس بگیرید که من شماره شما رو بگیرم، بعد یا میتونید با این شماره 818 716 4 تا 0 818 716 4 تا 0 تماس بگیرید، برای من مسیج بذارید، من با شما تماس بگیرم که اون موقع من برای شما انجیل رو خواهم فرستاد. یک بار دیگه میشه این شماره رو بگید؟ 818 716 4 تا 0 رو تلویزیون هم میتونیم ببینیم. بله بله رو شبکه هم گذاشتم. به هر حال ما به شما تبریک میگیم محمد جان، شما دیگه با اون زبان خودت قلب خودت خب قطع شدن اشکال نم، ولی خب خدا رو شکر میکنیم که ثمره شبکه رو داریم میبینیم. آمین. که قلبها رو خداوند داره لمس میکنه. با برادر عزیزمون شاهین جان هستیم که فعال مدنی و یک ایماندار و ایماندار دلسوز و با محبت که در کنار خانوادهشون در ترکیه تشریف دارن. سپاسگزار هستم از اینکه با ما هستید شاهین عزیزم. سلام عرض میکنم خدمت شما کشیش رسول عزیز و برادر عزیز شاهپور جان، خیلی خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده های محترم برنامه‌تون
و بذارید اول از همه خسته نباشید و خدا قوت بگم به شما. سپاس هم مهرش برای تمام زحمتایی که مخصوصا توی این چند روز دارین میکشین و تشکر کنم از شما و طلب برکت کنم از خداوند برای این خدمت خیلی خوبی که شما دارین انجام میدین و امیدوارم که واقعا ثمری داشته باشه که دارم. آمین آمین که آمین. یه تیم هستیم، شما هم تو تیم ما هستیم، هموطنان عزیزم هم که دارن ما رو میبینن اونام تیم ما هستن. آمین. ما همه یه تیم هستیم، به سروری عیسی مسیح پیش میریم. البته ناگفته نمونه که ما تیمی هستیم که برادر عزیزم یاسر جانم لطفشون با ما هستش که کارگردانی این شبکه رو دارن و دست یاری به ما دادن تا بتونیم با کیفیت خوب این برنامه‌ها رو پخش کنیم. خوشحال میشیم شاهین جان از شما بشنویم نسبت به تحولاتی که الان در ایران هستش و انعکاس اون در بین ایرانی هایی که الان در ترکیه هستن. بله، موضوع داغ این روزها که این تحولات و این اتفاقات عجیب و غریبی است که تو ایران داره میفته. دولتی که حقیقتاً دیکتاتور بودن خودش رو با این قطع کردن اینترنت و ظلمی که بر مردم داره روا می‌داره به تمام جهان داره نشون میده که دیکتاتور هست و نمیخواد واقعا آزادی عمل به هیچ کس بده. در پیرو همین اتفاقات که تو ایران افتاد، خب توی ترکیه هم یه سری اتفاقات تو این چند روز افتاد. عجیبترینش اظهار نظر دولت مردای این کشور بودن که همگی حمایت کردن از دولت ایران، از جمهوری اسلامی و خواستار این شدن که بله با فشارشگر رو برخورد بشه و اوضاع آروم بشه و به نوعی دیپلماتیک گفتن که در واقع موافق این افزایش قیمت بنزین که خب تبعات خیلی زیادی رو داره و کسایی که علم این قضیه رو دارن قطعا میدونن که چه تبعات رو در پی خواهد داشت. درست. ولی این برخوردی که دولت ترکیه با این موضوع داشته باعث شده که اجازه هیچ گونه تظاهرات، اجازه هیچ گونه تجمعی رو به ایرانی ها ندن توی این کشور و متاسفانه وقتی که ایرانی ها میخواستن توی استانبول جلو کنسولگری ایران، سفارت ایران تجمع کنن و اعتراضشون رو در واقع اعلام کنن و همبستگیشون رو همینطور، پلیس استانبول اجازه رو نداد و متفرقشون کرد. و عجیبتر از اون که اینه که توی شهر دنیزلی ترکیه، یکی از شهرهایی که پناهندهای زیادی توی اون هستن، ایرانیای زیادی داره، ایرانی‌ها تجمعی رو انجام دادن توی میدان اصلی اون شهر و تا پلیس اومد به قول معروف به خودش جنبید و رسید به اینها، یک تظاهرات و یک تجمعی رو داشتن ایرانی‌ها، اما متاسفانه اونها رو هم پراکنده کرد و در پیش چند نفر رو بازداشت کرده و فعلا خبری از اون چند نفر نیست که چه اتفاقی براشون افتاده. کسایی بودن این چند نفر، کسایی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خودشون در ایران زندان بودن و در اوین بودن به طور مشخص. و نه تنها اینجا دولت ترکیه و سازمان ملل زیاد کمکی رو به این افراد نکرده تا الان بعد از چند سال، بلکه وقتی هم بخوان فعالیتی رو در راستای هدفشون، راستای اون آزادی خواهیشون انجام بدن، متاسفانه با این برخوردهای عجیب و غریب دولت ترکیه و مشخصا پلیس این کشور روبرو میشن. اما دوست دارم یه خبر خوب و یه خبر بدی رو هم بدم. خواهش. ایماندارای عزیز توی ترکیه، متاسفانه هفته پیش بود که من از طریق یکی از دوستان مطلع شدم که توی یکی از شهرهای ترکیه به نام بالیکسیر یکی از پلیس‌های خداوند رو بستن پلیس اون شهر به دلیل اینکه سختگیری‌هاشون به شدت زیاده. بعد که من یه خود بیشتر تحقیق کردم، سعی کردم با چند نفر بیشتر صحبت کنیم که ببینم واقعیت داره و اون شهر چه جبهی داره، متوجه شدم که بله سالیان زیادی از این برخوردها رو دارن انجام میدن و باعث شده که ایرانی ها خیلی موقعا در خفا برن و جلساتشون رو انجام بدن، جلسات کلیسایی رو، و متاسفانه یکی از کلیسای رسمی اون شهر رو بستن. دلیلشون این بوده که شما دارین به خود ترک ها هم بشارت میدین و نباید این کار رو انجام بدین، نباید حقیقت رو بیان کنین، چرا که قطعا ترس دارن که حقیقت بیاد، نور بیاد و بر تاریکی غالب بشه. و خبر خوب هم این همین شهری که ما زندگی میکنیم یک کلیسای جدید داره باز که فعالیتش رو داره شروع میکنه و این دوتا خبر رو در کنار هم گفتم، این تضاد رو گفتم برای اینکه بگم خداوند کارش رو جلو میبره و آمین. اجازه نمیده که این
اشخاصی که میخوان به زور با وسیله کارهای دنیایی جلوی پیشروی ملکوت رو بگیرن واقعا به جای دست بده. آمین. سپاس سپاس. به هر حال کلام خدا عیسی مسیح هم با شاگردانش اتمام حجت میکنه و اعلام میکنه که میگه من نمیگم مشکلات و سختی ها نخواهد بود، مشکلات و سختی ها خواهد بود، اما همون گونه که من پیروز شدم شما پیروز خواهید شد. پس تشویقشون میکنه که از روح القدس پر بشن. ما برای هر دو کلیسا در دعا خواهیم بود. آیا احتمال این هستش که نظام اسلامی در تصمیمات دولت ترکیه و یا گروه های اسلامی فالانج در ترکیه دخیل باشه در این روزها؟ به نظر من فکر میکنم که واقعا تأثیر بسزایی داره دولت ایران بر تفکرات این به دلیل اینکه همونجور که میدونی اینا خیلی وابستگی زیادی به دولت ایران دارن از لحاظ انرژی، گاز، برق و چیزهای زیاد دیگه. توریست یکی از اصلی ترین صنعت‌های داخل ترکیه است که خب ایرانی ها مقام دوم یا سومی رو دارن که توی این کشور میان. بله. و به همین دلیل وابستگی زیادی به دولت ایران داره و قطعا توی این چند سال اگر شما دقت کرده باشین دیدیم که ائتلاف‌های رو که اینا تشکیل میدن معمولا ترکیه یکی از اضلاع این مثلث یا مربعی که همیشه ایران درش هست. بله. چه ایران روسیه، چین و ترکیه، چه ایران روسیه و ترکیه و هر از گاهی اظهار نظرهای عجیب و غریبی هم رئیس جمهور این کشور انجام میده، مثل اون آخرین نظر جالبی که داده بود که ما میخواییم یک واحد اسلامی رو چاپ کنیم به همراه ایران و جایگزین دلار بکنیم این واحد پول رو. و خب این میخوام بگم یعنی این اتفاقات بوده توی این چند سال اخیر و این نشون میده که رابطه خوبی رو با هم دارن و وابستگی رو به دولت ایران داره. دوست. حالا این وابستگی به کجا میانجامه؟ به جایی که اینها توی دو سه سال اخیر نه تنها پناهنده رابطه بدتری رو دارن برقرار میکنن و اینکه خیلی سختی‌تر شدن در مورد پناهنده ها، بلکه حتی ایرانیایی رو هم که به صورت در واقع اقامت یک سال توریستی بیشتر اینجا هستن، کسایی که پناهنده نیستن و فقط برای زندگی اومدن اینجا، اونها رو هم دیروز یه خبری اومد که دولت ترکیه اعلام کرده از اول 2020 میخواد اون اقامت ها رو کنسل کنه متاسفانه. حالا 100% بودن این خبر رو نمیشه تایید کرد، اما سایت های زیادی نقل کردن، صفحات زیادی از ایرانی ها نقل کردن که این اتفاق افتاده. امیدواریم که واقعا این اتفاق در حد شایعه باشه، چرا که خیلی از ایرانی ها واقعا توی ایران به دلیل مشکلاتی که دارن اومدن اینجا و دارن زندگی میکنن و الان با تمام مصیبت ها و سختی هایی که دارن دوباره بخوام بهشون بگن که ما مجبوریم برگردیم به ایران، به کشوری که الان متاسفانه درگیر مشکلات زیادی شده، فکر میکنم خیلی سخت باشه برای اون افراد. مسلمه مسلمه. خیلی متاسفیم از آنچه که شنیدیم. آرزوی دل ما و دعای ما این هستش که خداوند مطابق فیضش در همین ایام پیروزی کامل رو به ملت ایران بده. و این لازمه این هست که هموطنان عزیز ما بیستن، نگاه به سن خودشون نکنن، نگاه به شرایط نکنن، همه در کنار هم بیستن و اعتراضشون رو قوی تر از گذشته کنن در برابر نظام اسلامی. اگر امروز هم ما شاهد هستیم که هموطنان عزیز نظام اسلامی از تمام توانایش استفاده میکنه برای اینکه بتونه این نیروی نور رو، امید رو، آرامش و سلامتی رو که برای ایران هست از طرف شما هستش رو به گونه ساکت کنه، به خاطر این هستش که باز پراکندگی میبینه، احساسش این هستش که این استقامت شاید در ملت ایران نباشه در برابر این دجال. اما اگر استقامت کنید و مجال این رو ندید، کافیه که حالا خیلی ها میگن 2 هفته، میگن 10 روز، اما من تصورم بر این هستش که از همون 2 هفته تا 1 ماه اگر بیستین بهتر از این هستش که دوباره 5-6 سال دیگه این تجربه باشه و یه نسل دیگه بیاد معترض بشه و در هر زمانی ما شاهد بر این باشیم که هزاران جوانان ما نیز جان خودشون رو میدن و بعد دوباره نظام اسلامی با یه حیله و با یک ریایی نیز وارد میدان میشه. و همون گونه که شاهین عزیزم نیز دارن اعلام میکنن، داریم میبینیم خارج از ایران هم خبری دیگه نیستش که
یعنی تمام عزیزان ما که امروز پناهنده هستن در سراسر جهان الان به نوعی نگران هستن، ناراحت هستن. باور کنید خود ما، خود من که پناهندگی سرزمین آمریکا را دارم، ما اینجا دلمون، تمام دلمون، وجودمون، فکرمون ایران هست. هیچ کجا سرزمین ما نمیشه. سرزمین ما بسیار سرزمین خوبی از نظر منابع و معادن، از نظر توانایی در نیروی جوان که میتونه برای آبادانی ایران مفید باشه. فقط به خاطر اینکه این نظام اسلامی حاکم شده و تحت استعمار گرفته، متاسفانه این نظام اسلامی سرزمین ما رو، ما در این شرایط بد هستیم. پس خواهشم این هست، بایستید، نترسید هموطنان عزیز. خواهش و امروز در برابر شما کسی نیستش که بگه نترسید. فکر کنید که بر فرض مثال تو یک خانواده ی آنچنانی بوده، حالا بلند شده اومده آمریکا. خیر، منم در زمان جوانیم تیر خوردم، منم در برابر این نظام اسلامی ایستادم. این فیض خداست که تنها شاهد یک بیمارستانی هستم که همه رو اعدام کردن ولی منو فراری دادن. این لطف خدا بود که بعد به مسیح ایمان آوردم و از اون به بعدم من هنوز در این مبارزه بر علیه نظام اسلامی ایستم، چرا که ایمان دارم نظام اسلامی خود شیطانه. چون خود شیطان هست ما ایستادیم، دست شیطان هستش و نباید مجال بیشتر از این بودن رو بدیم. شما هم مثل که مطلبی میخواستید بگید؟ نه، مسئله اینی که آقایونی که اونجا دولت مردا هستن فقط میخوان زور بگم. مسئله اینی که میگن که آتیش نزنین، میگن که آقا بانگار خراب نکنین، خودشون دارن میکنن. میدونی برای چی؟ چون امانت فلسطینه، امانت لبنان پیش ماست، امانت یمن پیش ماست، امانت عراق پیش ماست. به خاطر همون به شما میگن آتیش نزنین، چون اینا همه چیز مال لبنان و فلسطینه، نه مال ایرانیا. و به نوعی هم داریم امروز شاهد هستیم که میبینیم شاهین جان که حتی اینها این همه هزینه کردن در عراق، در یمن، در لبنان، دید در بین فلسطینی ها، الان اونها مخالف شدن. یعنی از همه طرف اینا یا کیشن یا ماتن، یعنی دیگه هیچ راهی ندارن. و این روزها شایعه این رو ما میشنویم که خامنه‌ای داره از ایران دارن فراریش میدن. و دو سه تا تلفن که من داشتم این هستش که خامنه‌ای دیگه نیستش و اون شخص بدلش رو میارن گاهی برای صحبت کردن و خود اون رو فراری دادن و امروز در امنیت اینها نیستن. از این رو هستش که هموطنان عزیزم بایستید با استقامت. خواهش میکنم واقعا نترسید. شعاراتون رو میشنویم، داریم میبینیم. حقیقتا درود بر شرف شما. هفته گذشته جمعه شاهین عزیز، من در شبکه محبت که بودم از مردم خواستم که بریزن توی خیابونها و تا اونجایی که میتونن در برابر این نظام اسلامی اعتراض کنن. به خاطر این بنزین هموطن عزیزی، خواهری بود، تماس گرفت گفت بعد رسول اینقدر میگی هیچ کس نمیاد بیرون. واقعا خدا با قلبم صحبت کرد. گفتم خواهرم، ایرانی ها دنیا رو سورپرایز میکنن. چند ساعت بعد ما شاهد بر این تحولات بسیار زیبا بودیم از طرف هموطنان عزیزم. پیشنهاد شما چیه با توجه به اینکه سالهاست از ایران اومدید و پناهنده شدید و با سختی های الان درگیر هستید، شما امروز چه پیشنهادی میدید؟ اگر امروز شاهین عزیزم شما ایران بودید چه کار میکردید؟ از شرفت که تو تمام طول مدتی که شما و برادرمون داشتین الان صحبت های خوبی رو انجام میدادین، داشتم به این دیالوگ تکراری که از اونها من خیلی مخصوصا شنیدم فکر میکردم که هر موقع که اظهار شکایت میکنیم و در مورد ایران از ما میپرسن و باهاشون صحبت میکنیم، یه دیالوگ جالبی رو همیشه به من میگن و اون اینه که شما مادام این که وای نستید جلوی حکومتتون هیچ چیزی تغییر نمیکنه. شما اگر قرار هر کسی از ایرانتون کرد فرار کنیم بیاییم بیرون و کسایی مثل شما نمیمونن در ایران و اتفاق خاصی نخواهد و در حقیقت این حقیقت تلخیه که متاسفانه شامل حال همه ماها میشه، ماهایی که مجبور شدیم بین در واقع جانمون و مبارزه جانمون رو انتخاب کنیم و از ایران بیاییم بیرون. اما امیدوارم که واقعا شرایط جوری بشه که تک تک ما بتونیم برگردیم و در ایران در کنار همدیگه با اتحاد واقعا کشور بسازیم. آمین. اما جواب این سوال که شما پرسیدین، من دیشب داشتم کلام خداوند رو میخوندم و یک قسمتش رو خیلی واقعا با قلب من صحبت کرد. قبل برنامه داشتیم صحبت میکردیم. از شب خدمتی که من کتاب حبقوق رو میخوندم دیشب و فصل دو
در واقع سه رو، آیه سه رو من خیلی برام جالب بود دیشب با این اتفاقاتی که افتاده دیشب وقتی رو میخوندم خیلی برام جالب بود که میفرماید زیرا زمان مقرر برای تحقق رویا هنوز نرسیده ولی به سوی مقصد میشتابد و باسر نخواهد آمد اگرچه به طول انجامد منتظرش بمان زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. آمین. از شب خدمت شما که من فکر میکنم شخصا زمان رفتن اینها فرا رسیده و به قول خود شما خوب نکته رو گفتین که حتی پشفنگهای اطراف از اینها دارن تغذیه میشن و شاید خیلی طرفدارشون بودن. چند سال پیش ما یادمون نمیره که در لبنان و در فلسطین امام خمینی، امام خامنه‌ای اینا این اسمها رو میگفتن میبوسیدن عکس و خیلی نمادی از اسلام نوین، نمادی از اسلام آزادی خواه برای اون کشورها بود و در چه اتفاقی اونها میرن عکس همون ها رو آتیش میزنن نسل جدید که در اون کشور اومده عکس های اینا رو آتیش میزنن و ناسزا بهشون میگن و خواستار میشن که برن از کشور اینا بیرون. چرا؟ به این دلیل که دقیقاً 40 سال اتفاقاتی که در ایران افتاد، 40 سال پیش ایرانی ها اومدن تیتر شاه رفت، عکس های خمینی، عکس خمینی رو در ماه میدیدن، یک اتفاق خیلی عجیب و غریب. این 40 سال نشون داد که نه، با تداخل دین و سیاست، اونم یک دینی که خب حالا مسائل خاصش داره و در موردش خیلی بحث میشه، تداخل یک چیز اشتباه با یک چیزی که باید درست باشه برای پیش برده هدف‌های یک کشور، نهایتاً به اینجایی میرسه که امروز می‌بینیم که متأسفانه به بدترین نحو، به ابتدایی‌ترین و مثل قرون وسطا و مردم ایران برخورد میشه و هیچ کس هم نیست که عدل و داد بخواد از این در واقع حکومت. می‌بینیم که تو این چند روز فوتبال‌های بازی‌های فوتبال داخل ایران کنسل شد، می‌بینید پروازها خیلیش کنسل شد، می‌بینید اینترنت قطع شد و سوالی که اینجا پیش میاد، اگر اخبار نشون میده که در ایران خبری نیست و اگر خبری نیست چرا اینترنت رو قطع کردیم؟ چرا بازی های فوتبال رو کنسل کردیم؟ اگر خبری نیست چرا پروازها رو قطع کردیم؟ چرا و تا کی شما میخواین این دروغ ها رو تحویل ایرانی ها بدین؟ این سوال بزرگی باید تو ذهن هر ایرانی باشه و اخبار عجیب و غریب اینا رو باور نکنه. من یه اخباری از شبکه تلویزیون ایران امروز میدیدم که خیلی وقیحانه صحبت میکردن از این که مثلا 2-3 تا کشور 7-8-10 نفر به گفته خودشون اومدن اموال رو تخریب کردن و رفتن، اما اینکه ویدیوهایی رو میبینیم که نیروهای خودشون ماشینای مردم رو داشتن در واقع اوناشون شیشه ها رو میشکوندن، آینه ها رو میشکوندن و حالا خیلی چیزهایی دیگه که قطعا تو این چند روز شما در موردش صحبت کردین و به مردم ایران دادین و باعث شدین که آگاه تر بشن. در کل به نظر من باید این اعتراضات ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا میکنه، وگرنه اگر مسائل ادامه پیدا نکنه من فکر میکنم آینده بهتر از کشوری مثل ونزوئلا در انتظار ما ایرانیان نخواهد بود. متاسفانه ویدیوهایی که من همینجا توصیه میکنم به اکثر کسایی که این برنامه رو میبینن و قطعا دیدشون بازه برن و در اینترنت سرچ کنن ویدیوهای مرتبط با ونزوئلا، کشوری که نخ رو ببینن، کشوری که نفت ولی درگیر در واقع دیکتاتورها هست و تحریم‌ها هست، برن ببینن که نهایت کشوری مثل ایران و حکومتی مثل جمهوری اسلامی نهایتا قراره چجوری اون عزت و شرف رو که آقای خمینی اول انقلاب گفتن رو به ایرانی ها برگرد. این بزرگترین چیزش میتونن به ایرانی ها بگیرن. برابر. با سپاس فراوان مطالبی که فرمودید، ما میل به این داریم یکی از اشعار شما را هم در انتهای برنامه داشته باشیم، اما از آقای یاسر عزیزم خواهش میکنم لطف کنن سرودی رو برای ما بذارن که هم شما استراحتی کنید هم هموطنان عزیزمون یه چایی میل کنن با ما باشید. هموطنان عزیزمون بازم تشویقتون میکنم، هموطنان عزیزی که شاهد برنامه امید جاودان هستید، فرکانس ما رو به دوستان خودتون بدید. اگر مایل هستید قلبتون رو به عیسی مسیح بدید. این رو بدونید که کلام خداوند در انجیل متی 11:28 اعلام میکنه ای تمامی زحمت کشان، ای تمام آنانی که رنج و غمی رو به دوش دارید، ای هموطنان عزیزی که امروز بار مشکلات مالی و مسائل روحی و میبینیم جبر نظام اسلامی
بر شما سنگینی میکنه. مسیح اعلام میکنه بیایید نزد من تا من اون بار و اون سنگینی رو بردارم و به ازای اون بار سبک، یعنی روح القدس رو بدم. همون روح القدسی که من و تو هموطن عزیزم به خاطرش آفریده شدیم. ما به خاطر مذهب آفریده نشدیم عزیزم. مذهب کپی از افکار انسان‌ها بود، از حقیقت. حقیقت عزیزان مذهب نیست، حقیقت عشقه، عشق چهارگانه که عیسی مسیح در وجود هر انسانی ایجاد میکنه که شخص با خدای خودش صلح کنه، خدایی که درش ذات محبت و عدالت و رحمت هستش، حکمت هست. اون انسان حالا با خودش صلح کنه، این انسان با خانوادهش صلح کنه و این انسان با خلق خدا صلح کنه. تشویقتون میکنم میتونید با ما تماس بگیرید، قلبت رو به عیسی مسیح بده، اجازه بده که آرامش این روزها بر تو باشه. شاید مشکلات و سختی ها هست، اما خداوند اجازه نمیده که دست و پای تو نیز آسیب خورده اون مشکلات بشه، بلکه اون تو رو توی سپر خودش حفظ میکنه، توی دستای خودش حفظ میکنه، زیر بالهای خودش حفظ میکنه. آمین. چرا که تو رو با عشق آفریده. هموطن عزیزم، تو ارزش داری برای خداوند. اگر از دیدگاه شخصی بیخرد مانند خامنه ای و ملایان انسان ها بی ارزش هستن که به این راحتی اونها رو میکشن، این رو بدونید که برای خدا ما ارزش داریم. ما فرزندان خدا هستیم. کلام خدا میگه ما سفیران هستیم، ما دختران و پسران او هستیم. هموطن عزیزم، خواهش میکنم شده برای یک ساعت یه تفکر عمیق بکن. یک ساعت برای ابدیتت فکر کن. آنچه را که از گذشتگان به تو داده شده باهاش چه کار کردی؟ 1400 سال چه کار کردن؟ از این به بعد میخوای چه کار کنی؟ اگر اعتماد نداری به اینکه روزی جسمت رو بر روی زمین بذاری، نمیدونی بهش میری یا به جهنم، نمیدونی، تماس بگی، قلبت رو ده به عیسی مسیح. سوالاتتون رو تا اونجای دانش من اجازه بده. شاپور عزیزم کنار من هست، خادمین دیگه در کلیسای پرستنده مسیح هستن، جواب خواهیم داد. هم وطن عزیزم، اما میدونیم اون جوابی که ما نتونیم بدیم روح القدس به تو جواب میده. آمین. کلام خدا اعلام میکنه حقیقت رو بطلب، حقیقت تو رو آزاد میکنه. و در این روزهای درد و رنج خواهش میکنم نام مسیح رو استفاده کنید، حتی شده یک بار امتحانش کن. منی که یک مسلمان متعصب بچه قوم بودم و اونقدر تعصب داشتم که به خاطر باور اسلامی از همین جمهوری اسلامی تیر خوردم، یک بار از عیسی مسیح شفای دخترم رو خواستم و شفاشو گرفتم. آمین. لذا هر سه شنبه از شب تا صبح نماز امام جمعه، نماز امام زمان رو در جمکران قوم میخوندم، هیچی نشدم. پس چشیدم، تجربه کردم این عشق، این گنجی که گرفتم. میگم حیف ایرانیان مسلمان باشن، حیف. قلبت رو به مسیح بده. خدمت ما برای مسلمان ها هست. من اصلا یک مسلمان رو نمیخوام نقد کنم، اسلام رو نقد میکنیم، مسلمان رو نقد نمی کنیم. خدمت من برای مسلمانان عزیز هست، چون میدونم مسلمانان خدا رو دوست دارن، اما مسیح خدا رو به ما میشناسونه. تشویقتون میکنم با ما تماس بگیرید. گروه دعا در خدمت شما هستم برای دعا، منم در خدمتون هستم. قلبت رو به مسیح بده، آزاد شو، با آزادی، با امید، با خوشی زندگی جاوید داشته باش. بریم با هم دیگه سرودی رو ببینیم. در خدمت شما خوبان هستیم. سرزمین ودگاه ایران، برون شوز تو سیاه ایران، که تخت پادشاه عالم اپا شود در این نواهی ایران. اگر که حربه شریران هجوم مرده بر دلیران، به فیض خون پاک عیسی نجات میرسد به ایمان. ایران اگر دلش شکنج دیده، جفا زهر من کشیده، عبر زیاد و خاطرات است که بعد یه زفر رسیده. ایران اگر دلش شکنج دیده، جفا زهر من خبر زیاد و خاطرات است که بعد یه زفر رسیده.
خون پاک بی گناهان، به عشق چشم بی قراران، شکوه تخت و تاج عیسی، حیات می دهد به یاران. ایران اگر ز جهل کین ورزان، امید مرده در جوانان، بدان که با دم مسیحا تمام می شود زمستان. ایران اگر دلش شکنج دیده، جفا زهر مر کشیده، و برز یاد و خاطران دست که بعد یه زفر رسیده. ایران اگر دلش شکنج دیده، جفا زهر مر کشیده، و برز یاد و خاطران دست که بعد یه زفر رسیده. با سپاس از اینکه با ما هستید، با شبکه امید جاودان، با برنامه خبرناک. سپاسگزار هستم از داریوش گلباقی عزیز با سرودهای زیبا و دلی که برای ایرانی ها داره و سرودهای بسیار خوبی رو برای ایران خونده، برای شهدا خونده و خداش برای غیرت تمام سرایندگان مسیحی که نام مسیح رو جلال میدن، چه آنانی که برای وطن خوندن چه آنانی که نخوندن، همه برای مسیح و بازم برای مردم ایران هست. سپاسگزار هستم از همه عزیزان. مایل به این هستیم که از شاهین عزیزم شعری رو بشنویم، ولی در قلب شاپور عزیزم آیه‌ای بود که سپاسگزار میشم این رو بخونم و بعد شعر زیبای شاهین عزیزم رو نیز بشنویم. امروز ما ایرانی ها از طریق کلام خداوند میخواییم به شما امید بدیم که به ایران و ایرانی امید بدیم که خدا در فکر ایرانی ها هست. آمین. در اشعیای 43:5 میگه نترس زیرا من با تو هستم، فرزندانت را از مشرق و مغرب، از شمال و جنوب جمع خواهم کرد و آمین. پسران و دخترانم را از گوشه و کنار جهان برخواهم گردانید. بس آمین. امروز عزیزان نترسین، چون دست خدا در ایرانه. به ایمان دارم که خداوند یک روز همه ما را از گوشه جان جمع میکنه و به ایران عزیز میاره. بس نترسید. آمین آمین آمین. که تا خدا با ماست کیست در ضد ما. آمین. بازم تشکر میکنم از بعد ازم شاهین جان، فعال مدنی و خادم خداوند در مسیح، و مایل هستیم که یکی از اشعار ایشون رو نیز بشنویم. بله، عرض دارم که من این شعر رو اون روزی نوشتم که شما به قسمت قبل گفتیم که هنوز زیاد خبری نبود، یه خود شوخی ها شروع شده بود اول اون روز اول، و در نهایت شبش با دعای شما و دعای خیلی های دیگه و همتشون البته شبش خود شروع شد این شلوغی ها. ولی روزش من تو فکر این بودم که یک سری جوک ها اومد بیرون، یک سری خنده چیزهای طنز اومد بیرون اول در مورد این مطلب گرون شدن بنزین، و همون موقع بود که این شعر رو من نوشتم و در واقع اسمش هم همینه که خنده کن. برابو. میخونمش الان براتون. سپاسگزاریم. خنده کن ای وطن باز خنده کن، بر فشار و بر گرانی خنده کن، رفته بنزین قیمتش از 1-3، با هجوم بر پمپ بنزین خنده کن. گفته قیمت می شود باز هم فزون، جای توف کردن به رویش خنده کن، نان اگر شد صدار بر خود نگیر، در صف نان با رفیقان خنده،
ما نداریم نفت و گاز در خاک من، این سبب یارانه خرج با خنده کن. حسرت گوشت کباب ماند بر دلت، از کنون تا عید قربان خنده کن. می کنند هر مردم اختلاس، بر عددهای نجومی خنده کن. چون ببینی ظلم جو در هر گذر، یک بساز از آن و قهقه خنده کن. خنده خنده بر وطن حاکم شدم، تا ابد بر جا نماند خنده هاشان. خنده کن، چاره کن با غیرتت بهر وطن، چاره کن با غیرتت بهر وطن. چون برفتن از ته دل خنده کن. آمین آمین آمین. بسیار عالی بسیار عالی بسیار آمین. که دعای ما این هستش که ملت ما پیوسته بخندن، در شادی باشن، در آرامش باشن، و این خواندگی ما هست هموطنان عزیز. اگر گاهی هم ما درباره نظام اسلامی صحبت میکنیم، یک تلخی هستش، این تلخی ما از غیرتی میاد که برای شما هست هموطنان ما. و اگر درباره اسلام صحبت میکنیم، باز یک حسی هستش که انگار حس تندی هست، اینم از غیرتی هستش که ما نمیخوایم هموطنان خوب ما، ایرانیان خوب ما هلاک بشن، بلکه میخوایم حیات جاوید رو داشته باشن. پس کلام خداوند همون گونه که برادرم اعلام کرده، خود خداوند، روح خداوند ما رو تشویق میکنه که بخندیم. در نامه به نام فیلیپیان 4:4 اعلام میکنه که شاد باشید، به همه شما میگم باز شاد باشید، میگه بازم شاد باشید حتی تو سختی ها، توی مشکلات. و این در صورتی ممکن هست که ما روح شادی رو داشته باشیم، قوت شادی رو داشته باشیم، و این قوت شادی رو فقط روح القدس میده. و ما روح القدس رو زمانی داریم که به مسیح ایمان میآوریم. هموطنم تشویقتون میکنم، ما در انتهای برنامه هستیم، اما تلفن‌های ما باز هست، من در خدمت شما عزیزان هستم. اگر سوالی هست لطفاً سوال کنید. مسیحیت مذهب نیست، مسیحیت لا مذهبیه اتفاقا. ما لا مذهب هستیم، ما با عشق در را تماسیم. میتونید تماس بگیرید تا اونجای دانشمون اجازه بده، ما باید جوابگوی سوالات شما هموطنان عزیزمون باشیم تا دیوار شک بریزه و ایمان نیز پایدار باشه. سپاسگزار هستم از برادر عزیزم آرش عزیزم. اگر مطلبی نیست شما رو دستان خدا بسپارم. منم تشکر می‌کنم از شما، خداوند حرکت بده به شما، به وقتتون، به برنامه‌تون. سپاسگزارم از وقتی در اختیار من گذاشتید و وقتتون بخیر باشه. مرسی شاهین جان، ببخشید من یه لحظه گفتم آرش جان. به هر حال خدا رو شکر برای وجودت آرش عزیزم و خانواده شما. فیض خداوند با شما برادر خوبم باشه. مرسی. سپاسگزار هستم از اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم، همچنین سپاسگزار از شما که با ما بودید. از تک تک شما عزیزان، ما فردا در شبکه محبت برنامه مستقیم خواهیم داشت. تشویقتون میکنم با ما باشید. یک شنبه ساعت 2 کلیسای پسند مسیح در فدرال بیلدینگ هستش. با اعضای کلیسا تشویق میکنم تمام شبانان کلیساهای فارسی زبان در اورنج کانتی و اطراف لس آنجلس و خود لس آنجلس، خواهش میکنم برای دعا بیاید کنار ما بیستیم، همه با هم متحدن نهیب بزنیم به این نظام اسلامی تا نظام اسلامی بیفته. ما ایمان داریم قدرت هست در نام عیسی مسیح. ما نهیب میزنیم و مطمئن هستیم که خداوند عمل خواهد کرد و این روزها روزهای آخر این نظام اسلامی هست. آمین. در انتها از تو میخوام خداوند مطابق فیض عیسی مسیح عمل کرده، بینندگان ما رو به مصلحت‌های دلشون شفا، امنیت، آرامش، رابطه های خوب خداوند، موقعیت های مالی خداوند، ازدواج و هر آنچه که هست تو با فیضت برکت بده خدای قدوس. و همچنین دعا میکنم در نام عیسی مسیح، تو که مخالف ظلمت هستی خدای محبت، مطابق فیضت نظام اسلامی رو خدای قدوس ای پدر تو ساقط کن، قدرتشو در ایران خداوندا. و ای خدا مردان و زنان دلسوز رو اجازه بده که بتوانن خادمین راستین این کشور عزیز ما ایران باشن. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم در نام مسیح. آمین. شما رو به دستان پرفیض خداوند میسپارم. بدرود.